بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از عواملی که ظرفیت انسان رو توسعه میده که دیشب من عرض کردم، اخلاق خوش هستش. خوش اخلاق بودن به خصوص تو خانواده، تو خونه و خانواده. پیغمبر اکرم که بیشترین و بالاترین ظرفیت رو داشت، چون خوش اخلاق ترین افراد بود، از این جهت ظرف وجودیش بزرگ بود. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، شهید مظلوم. ایشون تو خاطراتش هست میگه من از حضرت امام سوال کردم که آقا اون موقع که شما جوان بودید تو قم کی درس اخلاق میگفت؟ امام فرمودن اون موقع که ما جوان بودیم کسی درس اخلاق نمیگفت، آدمای اخلاقی بودن که ما از عملشون درس میگرفتیم. کسی نمیشست درس اخلاق بگه، آدمای اخلاقی بودن. یه کسی مثل مرحوم آیتالله شاه عبدالکریم حائری یزدی بود که اصلا تمام رفتارش اخلاق. من فقط یه نمونهش رو عرض بکنم شما ببینید، اینو اگه آدم ببینه تا آخر عمر فراموش میکنه. مرحوم آیا شیخ در یک روز بارانی که خیلی بارون باریده بود، کوچه های قم هم خب اون موقع هنوز خاکی بود، هنوز اسفالت نبود، این آب بارون که میومد گل میشد، یه طلبه داشت از یکی از این کوچه ها رد میشد، به سرعت هم داشت میرفت که به درسش برسه، پاشو گذاشت توی یکی از همین چاله هایی که به هر حال آب و گل و اینها با هم دیگه هست، پاشو که در آورد یک کفشش گیر کرد، یک کفشش موند تو این گل و شل دیگه، رفت سینه دیوار وایساد یه لنگ پا، نمیدونه چی کار بکنه. همون موقع شیخ عبدالکریم حائری یزدی، استاد مراجع تقلید، واقعا با عظمت پیرمرد، از محل درسش که مسجدی بود همون نزدیک، اومد بیرون دید این طلبه یه لنگ پا وایساده سینه دیوار و کفشش تو اون به هر حال آب و گل هستش، کفشای خودشو در آورد رفت جلوی پای اون طلبه جفت کرد، گفت تو بپوش برو درس. این بنده خدا شوک شد، گفت آقا خودم یه کاری میکنم. خود ایشون بدون کفش پاهاشو زد بالا، گفت نه من خونم نزدیکی، میرم پاهمون میشورم، تو برو به درست برس. حالا شما نگاه بکنید، یه مرجع تقلید پیرمرد وقتی یه همچین رفتاری داشته باشه با یه جوون، این تا آخر عمر از 100 تا درس اخلاق گفتن براش بالاتر. اصلا اخلاق، عرفان، تربیت قبل از اینکه خوندنی باشه تو کتاب ها یا شنیدنی باشه تو سخنرانی یا دیدنیه، آدم باید ببینه یک کسی رو که اینجوریه، همش نشنوه، همش نخونه تو کتاب ها، یکی رو ببینه. مرحوم علامه مجلسی رضوان خدا برش، صاحب بهار الانوار و آدم با عظمت، ایشون شبای جمعه نیم ساعت خانواده‌اش رو جمع میکرد، نیم ساعت براشون یه حدیث میگفت، یه موعظه میکرد، دو تا احکام شرعی میگفت، یه روزه میخوند، کلش نیم ساعت براشون حرف میزد. اما این علامه مجلسی که نیم ساعت حرف میزد، یک هفته عمل میکرد، با عملش، با اخلاقش، با مهربونیش، با دلسوزیش، با راستگوییش عمل میکرد. خب این بچه ها وقتی عمل او رو میدیدن، نیم ساعت حرف او تا عمق جانشون اثر داشت، تا عمق جانشون اثر داشت. من این خاطره هیچ موقع یادم نمیره، یه مادر موفقی تو همین تهران خودمون که 4 فرزندش هر یکی از یکی بهتر، نجیبتر، متدینتر، مؤدبتر، دکتر، مهندس از جهت سطح علمیشون، از این مادر متدین و موفق سوال کردن که شما چجوری اینقدر بچه ها تو خوب باراوردی؟ الان در زمان فعلی بچه ها خیلی در اختیار ما نیست، خیلی در اختیار پدر و مادران نیست، واقعا اینجوریه. از این مادر موفق سوال کردن که شما چجوری بچه ها تو اینقدر خوب تربیت کردی؟ یه جمله گفت و خیلی هم حکیمانه گفت، گفت من اون چی که خواستم بچه هام بشن خودم عمل کردم، اون چی که دوست داشتم بچه هام بشن خودم عمل کردم.